اکثر شرکت کنندگان در همه پرسی مقدونیه به تغییر نام آن کشور به مقدونیه شمالی رأی مثبت دادند و اتحادیه اروپا و ناتو نیز مقدونیه را به تغییر نام آن کشور تشویق کردند. هوشمند میرفخرایی جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد. دو سوم واجدان شرایط در مقدونیه با همه پرسی تغییر نام آن کشور مخالفت کرده و در آن شرکت نکردند. با این حال نخست وزیر مقدونیه که پیشتر گفته بود در صورت رأی مخالف اکثر رأی دهندگان استعفا می‌دهد، نتیجه رفراندوم روز گذشته را یک پیروزی می‌داند. %90 از شرکت کنندگان در همه پرسی به تغییر نام مقدونیه و پیوستن آن به ناتو و اتحادیه اروپا رأی دادند. نباید با آینده این کشور بازی کرد. به همین دلیل از قانونگذاران می‌خواهم به خاطر منافع راهبردی و بی توجه به وابستگی حزبی در این خصوص تصمیم بگیرند. آقای زائف که رهبری طرفداران تغییر نام مقدونیه در همه پرسی را بر عهده داشت و خود و حامیانش با اشتیاق تمام در آن شرکت کردند، میگوید در صورت تعلل نمایندگان خواستار انتخابات پیش از موعد خواهد شد. اما گئورگ ایوانوف رئیس جمهوری ناسیونالیست مقدونیه پیشتر هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که تغییر نام برابر با مخدوش شدن تاریخ آن کشور است. از ابتدای استقلال مقدونیه در 27 سال پیش، یونان به دلیل داشتن استانی به همین نام خواستار تغییر نام مقدونیه شده و با عضویت آن در اتحادیه اروپا و ناتو مخالفت کرده است. 4 ماه پیش دو کشور در مورد تغییر نام مقدونیه به مقدونیه شمالی موافقت کردند و بر اساس قوانین مقدونیه این رفراندوم تنها زمانی الزام آور می بود که نیمی از واجدین شرایط در آن شرکت کرده بودند، در حالی که تنها 1/3 واجدان شرایط در همه پرسی رأی خود را به صندوق انداختند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا.